بینندگان عزیز سلام بر شما. در این برنامه این نکته را بررسی میگیریم که چرا سراج الدین حقانی مشهور به خلیفه صاحب حجاب خود کنار زد، چه واقع شده. یادم زیر تعقیب بود، $10 میلیون و سرش جایزه مانده بود امریکا. چطور بر از این اجازه دادن که به روی صحنه بیاید؟ اولو خدمت عرض شود که این آدم در اصل یعنی در دنیای اصلی استخبارات قماندان بلکواتر است به طرف آسیای میانه. تا 6 ماه پیش تمثیل وحشت به وسیله طالبا با استایل مافیایی بود، به هیچ چیز باندواز نبودن، مثل گروه مافیا عمل میکنن. حالا که شکل حکومتی بر از اینا دادن، بازم یک تفاوت فاحش وجود داره. این تفاوت فاحش ای است که این گروه همچنان رهبر نداره. دو فرکسیون فعال است، رهبر وجود نداره. رهبر یک نام است، یک کد است. قبل از 15 آگوست 2021 گروه طالب مثل یک سازمان مافیایی مسلح فعالیت میکرد. رهبرش مفقود، بی‌آدرس. حالا که قدرت هم گرفته، رهبرش مفقود و بی‌آدرس است. خب، رهبر که بی‌آدرس است، حالا که وضعیت حساس شده میره در سرحدات شمالی افغانستان، باید اینا یک رهبر اجرایی داشته باشند. این رهبر اجرایی سراج الدین حقانی است که این را از حالت اختفا بیرون آوردن. برش اجازه داده شد که رویت دیگه باز کو که بعد از این وظایف و کارهای بسیار مهمتری داری. بان هم از نظر رسمی بسیار جالب است که این گروه یگانه گروه مسلح نیابتی است که یک دولت برش دادن، اما رهبریش در سر وجود نداره. اصلا معلوم نیست که رهبر یزید کجا است. یک نام میگن، هیچ کس رو به چشم نمیبینن، مثل یک شبه هست، نام میبرن خلاص. از زندگیش هیچ اطلاعی درز نمیکنه، مرگش مرموز. و جالبش ایست که خبر مرگش هم چند سال بعد از یک آدرس خارج از افغانستان به دنیا اعلام میشه. ای ما با اینیتیا گروه در افغانستان حال سرکار داریم. رونمایی سراج الدین حقانی به این معناست که امیرالمومنینی که شما قبلا شنیده بودین او دیگه وجود نداره. او یک نام است. عامل و مدیر دولت در افغانستان سراج الدین حقانی است. حال با چهره از این آدم باید خوی بگیریم که جنگ ها را همی آدم رهبری خواد کرد. همزمان با چهره‌نمایی سراج الدین حقانی، کمک های ملل متحد با کمیت $1 میلیارد کمک جهانی به افغانستان اختصاص داده میشه. همزمان اعلان میشه که معاون شاخه خراسان داعش به طالبان تسلیم شده. اولا خدمت شما عرض شود که سراج الدین حقانی مطابق اطلاعات امنیتی، سراج الدین حقانی با رهبری داعش قبلا به وسیله یک پاکستانی به طور رسمی به اسم مقبل یادم رابطه داره. کار خود طوری تنظیم میکنه که غیر مستقیم عمل میکنه، یک عامل غیر مستقیم از با داعش. مقبل نام رابطه عزیز با داعش، مستقیم رابطه نمیگیره که رابطه شفشانش به خاطر ازی که اینا را طوری جار زدن که اینا ضد داعش هستن. بنان استخبارات هند و روسیه و ایران اینا دفعتن میتونه مچشانه بگیره که اینا خودشان داعش هستن، شما چی بازی رو برا انداختین. روابط حقانی با سازمان القاعده مثل گذشته محکم است.
از نظر استخباراتی هر دو نام امیرالمومنین و خلیفه سعد یک کد است. وقتی ضرورت میفته کد عوض میشه. حالا با کد امیرالمومنین بازی نمیشه. فاش شده. امیرالمومنین یک نام است که دیگه هیچ کسی با او علاقه نداره و اعتبارم نداره. چرا؟ امیرالمومنین غیر حاضر است. هیچ سندی نمیدن که زنده است. امیرالمومنین در صحنه می باشد. در داخل مملکت می باشد. او را مردم می بینه. به او مردم مراجعه می کنه. او خطابه می ده. لکه ها نفر خطابه از او را گوش می کنه. شما کسی را دیدین؟ طالب ها کسی را دیده؟ طالب خب کور است. کسی را نبینه فقط و اما آوازه میگه که فلانی امر امیرالمومنین کرده ما او را اجرا میکنیم. اطلاعاتی که من از یک سال به این طرف میدادم این بود که با شروع مذاکرات دوحه بین زلمه خلیلزاد و شبکه طالبان قطری امیرالمومنین به وسیله شبکه حقانی به اشاره پاکستان از زندگی ساقط شده بود. با شروع مذاکرات قطر پاکستان این خطر احساس کرده بود که به نحوی یکی از شاخهای طالبان که طرفدار امریکا است اینا قدرت در دست میگیرن و تمام زحمات پاکستان ایج میشن. از امون زمان اونا شبکه اقانی رو آماده میکردن تا خود به قدرت برسانن و به عنوان یک شاخه نظامی به سرعت ابتکار رو در دست بگیرن، قدرت اول اینا در دست بگیرن، چنانچه ما دیدیم که خود غنی و محب و همچنان سلام رحیمی اینا با اینا در تماس بودن که زمینه سپردن سریع قدرت نظامی و ارگ کابل و شبکه اقانی اینا زمینه سازی کردن. یعنی در واقع پاکستان علیه فیصله های خلیلزاد و وزارت خارجه امریکا با شبکه طالبان قطری کودتا کرد. خب آل امریکا چرا باید با سراج الدین اقانی اجازه داده باشه که صورت خود به مطبوعات نشان بده؟ چطور تصمیم گرفته شد که این آدم یک مدت در حجاب به سر ببره، دور از انظار، دور از کمرهای خبرنگاران؟ این بازی بین پاکستان و امریکا است. پاکستان در همسویی با امریکا وارد بازی بزرگ جدید، آن هم در عرصه آسیا میانه میشه. ما دیگه آل سقلت یا به اصطلاح نقطه اتکای جنگ افغانستان شمالی رو میگیریم به طرف آسیا میانه. از این به بعد شبکه اقانی و خلیفه صاحب نقش یک جنگ فرامرزی طالبان عملا تعریف میکنن و به دوش میگیرن. این استحکامات، این آمادگی ها، این سفربری های جنگی از پاکستان از تمام ولایات به طرف شمال، حذف ازبکا، استقرار گردان های انتحاری و از این قبیل گپا همهش به خاطر یک ماموریت است که تازه تعریف شده است. جنگ اوکراین وظیفه و سرنوشت خلیفه سراج الدین اقانی را در افغانستان مشخص میکند. بازم تکرار میکنم، جنگ اوکراین نتایج مثبت و منفیش سرنوشت خلیفه سراج الدین در افغانستان مشخص میکند. سرنوشت طالبان را حداقل در افغانستان شمالی مشخص میکند. خب خلیفه آله که بجای ملا ایبت الله شیشته تا ختم زمستان تصفیه ازبکار از قوای نظامی شمال به سر رسانده و به عنوان یک قطعه منتظره در پشت دروازه های آسیای میانه استاد است. یکی یادم یک بار چهره خود نمایان کرد، ای به ایمان است که امریکا حال به این آدم ضمانت داد که وارد ماموریت جدید شود.
این توافقات است که با پاکستان صورت گرفته. یک جنگ بخشی از جنگ منطقه است. افغانستان ما بخشی از جنگ جاری در اوکراین است. یعنی سرحد جنوبی حوزه روسیه است که فعلا روسیه در جنگ است و حوزه بخش سرحد جنوبیش در یک حالت اضطرار را سر میبره. شکست امریکایا در اوکراین و ناتو که بلا تکلیف ماندن، نه وارد جنگ شده میتونن، نه جلو روسیه را گرفته میتونن، یک رقم معلق هستند. این نتیجه ای شده که تحرکات خود در افغانستان سرعت بدن. چون امریکایی ها میدانند که در صورت به نتیجه رسیدن جنگ اوکراین به نفع روسیه، نوبت به افغانستان میرسن. اونا نمیمانند مفرزه بلکواتر در شمال افغانستان. تکرار میکنم، روسیه مفرزه بلکواتر به رهبری شبکه یقانی در افغانستان شمالی تحمل نداره. طالبای ازبک حذف کردن، حتی به حذف قماندان های ازبک اکتفا نکردن که در منطقه ازبک نشین فاریاب نام یک منطقه را که به نام قرایی است، نام ازبکی ترکیه است، به خیبر تغییر دادن. یعنی در اقدامات خود طالب به این اندازه بی احتیاط و بی واک است. خب حالا که ازبک های افغانستان هستن، از شدن و آوردنش در کابل اونا را در چوکی های تشریفاتی، به جای از اینا اعضای تحریک اسلامی ازبکستان و جماعت انصار تاجکستان در بدخشان، قندوز و تخار مستقر شده است. چرا؟ شبکه اقانی و مفرزای آیسای در شمال اونا پورا معلومات دارن که جبهه مقاومت آمادگی میگیره تا نخستین حملات خود از بدخشان و تخار بالای شبکه اقانی شروع بکند. همکنون که ما شما صحبت میکنیم، جنگ در بدخشان از نوار مرزی شروع شده و قماندان عنایت از منطقه دره یالو، شهرستان راغ بدخشان، این منطقه را، دره یالو را از کنترل طالب بیرون کرده. این شیوع پیدا میکنه، این گسترش پیدا میکنه و جنگ های بسیار سختی بر سر شمال در با وقوع خواهد پیوست. اکماتیار 4 ماه پیش گفته بود که عملات به خاطر تسخیر تخار و بدخشان شروع می شود. و اطلاعاتی هم که تو منطقه است چون این چیزی را تایید می کنند. خب امریکایی ها به مرز آسیای میانه از طریق شمال افغانستان ترصدگاه های زمینی و هوایی باید ایجاد بکنند. که یعنی مقدمه ایش هست، مستقیم نمیاد، اگر مستقیم خراف تمام شد. حالا به وسیله قطعه منتظره و قطعه که با وکالت از امریکا در افغانستان شمالی مستقر شده که وارد از شبکه یقانی باشه، با وسیله از اینا انجام میده. ماموریت عوض شده از ارتش امریکا به ارتش نیابتی بلک واتر. به همین خاطر امریکایی‌ها، شاید برای شما یک سوال پیدا شده باشه که در خبرها شنیدین که امریکایی‌ها $900,000 به خاطر تحکیم امور کنترل مرزی بین تاجیکستان و افغانستان کمک کرده. یعنی چی؟ افغانستان ایلو که رفتی هیچ کدام منفعت هم ظاهرا اینجا نداری و خلاص کار تمام، بیخی گلم تا جمع کدی رفتی. این چطور یک دغدغه، یک تشویش بر پیدا شده که به خاطر کنترل مرزی بین افغانستان و تاجیکستان $900,000 اوج اختصاص بدی؟ فایده چی است؟ سودایی که در سر داری چیست؟ معلوم است همین چیزایی است که من خدمت شما تشریح کردم. علتش اینی گپ است. این بخش از بازی بزرگ جدید است که عمدتاً بین امریکا، چین و روسیه در جریان است. روسیه عقبه جنوبی خود یعنی افغانستان به شدت پوشش خواهد داد.
از نظر جنگی، از نظر عملیاتی، از نظر استخباراتی، از هر نگاهی که شما فکر میکنید. چنانچه امی کار در لوهانسک و دونتسک اوکراین کرد، امی کار در ایالات ابخازیا و اوسیتیای جنوبی گرجستان کرد که او مناطق به طور کامل مجزا کرد از بدنهای اصلیش. لوهانسک هم همچنان، کریمیا هم همچنان، افغانستان شمالی هم سرنوشتش گره خورده به ابخازیا و لوهانسک. این فکر ما است و دلایلش هم برای شما گفتیم. خب حالا دیگه تسلیمی یک نفر از مقام داعش اعلان کردن که اینه والا به طالبان تسلیم میشن. تا دیروز میگفتن که داعش دشمن خونخور طالب است و همی طالب ما تقویت بکنیم تا داعش بزنه. یعنی ظاهرا طالب دشمن داعش است، دیگه اگر اینا تقویت شون خطر داعش اینا کم میکنن. این داعش بدبخت هم کده هیچ کس غرض نداره، کدام امریکا خیلی هیچ غرض نداره، نه به ناتو غرض داره، نه به امریکا. یاد اگه اون امور چیز فربی کده روان هستن که نیو والا خطر به صلح جهانی است، خطر به امنیت جهان است، امیر طالبا به حساب از یار رسیده میتونه. اینی تو استطلال های کودکانه روان است. کدام آدم کمقل نمیفهمه که طالب یعنی داعش، داعش یعنی طالب. از یک مادر زاده شدم. خب حال دیگه یک کسی را آوردن که این معاون داعش خراسان است به طالب پیوسته. حال مدیریت مشترک طالب و داعش در ارتباط به رویارویایی که در آسیای میانه انجام میشه اینا به عهده میگیرن. این یک موردی است که بعد از کنفرانس اسلو و کنفرانس سوئیس پیدا شده. او در اونجا به اصطلاح این فایلک ها باز شده که بر اساس همون فایل ها یک میلیارد دلار هم در اختیار طالب ها قرار میگیره. این خلیفه صاحب هم رونمایی شد. خویا که رونمایی شد، او روی نمایه که 10 میلیون دلار مقرر کرده بودن، اعلان کرده بودن، او رو کی میگیره؟ امور هم بتن برای خلیفه صاحب که به کارهای اپراتیفی و عملیاتی خود مصرف بکنه. 100% این کار میشه. ای آدمی که ظاهراً به طالب تسلیم شده مولوی عبدالرحیم مسلم نام داره. ای دیگه گویا معاون خراسان است برای طالب تسلیم شده. داعش، اگر داعش باشه به طالب تسلیم میشه، پیش از او نشان میداده که داعش به خون طالب تشنه است. حالا معاونش تسلیم میشه. خب اطلاعاتی که وجود داره ای عبدالرحیم مسلم قبلا نفر رابط بین طالبا و داعشی ها بود. در اصل نفر شبکه اقانی است، در دو نقش بازی میکرد، نفر رابط بود بین طالب و اونا. حالا میگن که اینه برای زید تسلیم شدن. چرا این نمایش های مضحک برام میفته؟ به خاطر از اینکه امریکایی ها حال باشروی جنگ در اروپا بیش از هر وقت دیگه به طالب و داعش نیاز داره. یک نیروی ارزان در هر جایی که استقامت بتیش مثل ربات میره، کسی هم مسئولش نیست. یعنی رسما یک کشور تو را مسئولیت و اصلا مسئول شناخته نمیتونه که یعنی نفر تو زیر قماندیت بود در فلان جا عمله کرده. هیچ، اینا بی صاحب هستن. بازیکران به این دو نیرو آل بسیار زیاد ضرورت دارن و امکان داره کمک های بیشتری به طالبان و یک جا ساختن اینا با یا ادغام کردن داعش در شکم از اینا احتمالش بسیار زیاد است. هر چیزی که دستشان بیاد اینا میکنن. حالا ما باید منتظر باشیم که خلیفه صاحب که حالا کشف ایجاب کرده با این چالش ها، با این ماموریت های جدید که برش تعریف شده چگونه برخورد خواهد کرد.
تا اتفاقات بعدی ما هم شما را به خداوند می‌سپارم.